کریم، کریم حسن، حسن 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 کریم، حسن حسن کریم، کریم کریم حسن، کریم هم کریم هم بکوشم. کریم جان اون بالا چه خبره؟ چقدر وقت داری؟ بکوشه دارم میرسم، بذاریم بیرون، بکوشه دارم میرسم. کریم جان ما اینجا مجروع سیاه داریم، معطلشون کن. بیرون نمیتونه صاف کنه این کلیسته، نیزنه بر برستیش کنه، بر برسته بذاره هر کی میشنبه، هر کی بشنبه بذاره بیرون. بیرون محمد برسون کریم، کریم حسن، کریم جو چه جواب نمیدی؟ بسید بیرون، کریم، کریم، چی شده؟ بکنم زدنشو. یا حضرت عباس، تانکاشون دارن میرسن، باید هرچی زودتر سوریه رو خالی کنیم. حاجی ما با این همه مجروح چیکار کنیم؟ اونایی که میتونیم با خودمون میبریم. بچه‌ام شما یه پرنده دیگه بفرستین، ما بتونیم همه رو سوار کنیم. برادر شنن، شاید من نتونم برگردم عقب. اینو برسون به خانواده. اینو من چاق نمیتونم، من وقت نمیکنم الان. گوش داره میسپره دست گربه، از این صالح تر دو جنگ نبود الحمدلله. فرصت ندونیم اینجا شد. چرا میرم میرسونم، باشه میرسونم. اینو بکنم بدرتون. وای نامرزخ، فکر کنم خورشیدی زدن ها، چرا همه تاریش شد؟ آها برق اومد. اونا که نمیتونن را برن را کمک کنین سوار شن. آجه شما یه جوری خودتون نجات بده، من بایزتون برم. گفتم اول مجروحا. بابا مجروح مگه شاه خودم داره؟ بابا این نگاه به این هیکل من نکن، بابا همه جام درده. آجه اونو چی کارش کنین مسیح رو؟ ببریمش؟ آجون من الان وقت اسیر بردن نیست که، این همه مجروح ما خودمون داریم، جا نداریم. میبریمش. اگه نشود خلاصش میکنی. لا تکلی بحر، انا احبكم، انا شیعن، انا احب علی ابن عبی طالب. لا انا دخلكم. سب کنی، خلیلی ارو نمیکشیمش، نمیبریمش، آزادش میکنیم بره به امان خدا. حاجی جون اینا تا چند دقیقه میشوشن جمعونه ما رو میکشتن، حالا میخوایی دشمن اصلاح کنیم؟ بنده خدا اینا قبل از ما اسیر دست صدامن. برش کن بره به امان خدا، برش کن. اینا رو ببر سوار کن، برشون گردون عقب، من اینجا میمونم. من حاجی تا آخرش پیشت میمونم، اینا خودشون بلدن چی جوری سوار شن. این که دارم میگم یه تکلیفه، اینا اسیر بشن آبرو حیثیت از ما نمیذارن. جناب شما آبرو ریزی کدومه؟ ما دیگه رزمنده ایم بابا. ما که تکلیف خودمونی ادا کردیم دیگه. راست میگه دیگه حاجی، مگه نمیبینی ما ایران کپ کرده؟ آقا بیا این ناموسای ما رو بگیم ما برگردیم. هر چی میشه که مدت همین ناموسه. زود باشی، پانکاشون رسیدن.
هلیکوپتر دیگه بیشتر نمیتونه. اجامی سوار شید. اجامی دیر شد. اجامی حرکت بکنی. آقایون بفرمایید دفعه حجم آتیش دوزی موندن به میشه. از سیمار بای آشنه باید بپرم. هلیکوپتر آسیب دید. از سیمار بای آشنه مجبور شدم ماهیات رو ترک کنم. بچه ها جا موندن. بازی مهمت تموم شده. برید از آن مرگز شده. مرگز بابا این حاجی گیرینوف حالش بده. قلبش گرفته. یکی تنفس مصنوعی بهش بده. من دستم بنده. تو چی جون؟ آقا دوچی من خیلی بلدم. میخواییم من برم بهش نفس دهم به دهم بدم؟ لپی لپی را بچه ها من رو داشته باشیم. حاضی گیرینو لبتی بیار دهنه که بدی به دهنه من اونگیرو خو خجالت مکش قباحت داره. چی قباحت داره؟ دکتر محرم آدمه مثل ناموسیت میمونه. دکتر تو رو سنه نه از این هست نفس این منکرتی نیست. تاته این وسیلا به من نمیچسبه. من خودم نامزد دارم. من بیام نفسم شفاسا. ببین ها بشیم بابا کفک خفمون کردیم. مگه بودا این بیپدر چرا بیمارستان میدنن آخه؟ راست میگه دیگه. طبق کنوانسیون ژنو حمله به بیمارستان ها ممنوعه. کنوانسیون ژنو چیه دیگه؟ ما رو آزاد میکنن؟ ای بابا ژنو کسی نیست، یه قانونه. آقای فرمان داریم فشنگاش تموم شده. فشنگ بگه بلا 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 درو حرک بلا ما مرده اون آقای مجروع هر اونجا. ما مرده مجروع دارم نکشید اونم. مجروع دارم. ما مرده نکشید. یا ای علی رلی سلمو لا تو قام مبعد استقامه فایده نیست. حاجی هر دو طرف محاصره کردن. حاجی آقا شما چی استقاره بلدی؟ این رو چی میگن الان؟ والا همون عربی حرف بزنم بیشتر میفهمی. الان یه حال از همون میخوان که تسلیم بشین. میگن اگه مقاومت نکنین عفو میدن. سند منت که نمیخوام. سند خونه ما که هنوز چیره مزید کلاوی آمورده. آقا رو من اصلا حساب نکنین و من سابقه دارم. فقط سلاسه دقایق اندکن با سه دقایق. آقا من میگم بریم این وحثی ها رو ماش کنیم از دلشون در بیاریم. آفرین من حدمو ندل رأس کن. رحیم جان آخرین پرنده پرید. انگار قسمت شده ما بریم مهمونی کربلا زیارت انشاءالله. من میگم اصلا بریم این ممرزا یه زیارت بکنیم خیلی هم راحت تره. یا امام پنزومی آجاقا ملاحظه میفرمی اینا ما ریزاز بریم. اینا حتی اسم اماما رو هم درست نمیتونن تلفظ بکنن. بنش کن بابا اونم با زبون خودش داره حرف میزنه دیگه. بابا الان که دیگه جنگ گوزینه نیستشه. گروبونش برم امام پنزوم باقر خودش متوضعی میشه. ننفجر هنا انفجار اونجا خراب سر شما. فشنگی برامون مونده یا نه؟ هیچ. ولی من یه نارنجش قصبی دارم. من نمیدونم ممکن عمل نکنم. ای بابا انقدر عمل نکن دیگه بابا. دو تا آدم این دور و برشت باشن ترک کرده باشن تازه. تکلیف چی حاجی؟ تسلیم شین؟ اگه مهمات نداریم چاره دیگه ای نیست. وگرنه اونا همه مجروح ها رو قتل عام میکنن. به هر حال فرمانده شمایی. هرچی شما دستور بدین. یلا سرعه بره بیرون. نه راه پس داریم نه راه پیش. من همیشه فکر میکردم که قرار شهید شم. هیچ وقت فکرشو نمیکردم که اسیر شم. میدونم برادرها. میدونم تصمیم سختیه ولی نه امکانات ادامه جنگ داریم نه راه برگشت. خدا هم شاهده که همه شما تا آخرین فشنگتون رو جنگیدیم. اسد مرتضی راست میگه. شهادت آرزوی همه ما بود. ولی بچه ها اینو بدونین امتحان اسارت خیلی سخت‌تر از شهادت و جانبازیه که معلوم نیست کی ازش سر بلند بیرون بیاد. خدایا
توفیق شهادت و نصیب همه ما بفرما. البته خدای ما با اینا نیستیم، ما سیتانوست دیلاییم. راست میگم. آفرین. چی فکر؟ هر که تسلیم نشه مقاومت، مادرتون به ازل نشستم. حاج آقا، باید امامتون رو بردارین. اینا اگه بفهمن شما روحانی هستین، اعدامتون میکنن. خواهش میکنم. برادرها، هر مدرکی داری نابود کنین. فقط پلاکاتون رو داشته باشین. بلکه چند بودیم؟ به زخمی ها کمک کنین. میریم بیرون. یلا، بالا بالا. آقا سلام علیکم. بابا، ما شما رو آزاد کردیم. آجا با همونی که آزاد کردیم. بلا قاتل جنون نشه خیلی. سلام. یه شما چرا زحمت کشیدین اومده؟ خیلی شرمنده کردم. میگفتم ما میومدم خدمتتون دیگه. یلا گم بابا. گم. خواهش. لا تحرک. شبیک بابا؟ نه نه، ما گلگلکی هستیم. خواهش ما خیلی فشار گلگلکی نه. لا تحرک بابا. لا تحرک. ترا خودمان گلگلکی هم. چرا ما نمیم گلگلکی نکن؟ خیلی ولی. هرچی بخواه یه چه. ترا قرآن بزن. خیلی بابا، خیلی دست بسه، دست بسه. ارکه بابا، ارکه بسه. ما با خانواده هست ما. نهی خالف، یلا رو. خانواده که بسه. بعد ما باید تقیه کنیم. بعد. دیگه شعار معار موقف. همون چیزی که قبلا میخوندید. چی بود میخوندید؟ برو دیگه نگام نکن، عاشقونه صدام نکن. با جا چاره نداریم، به خود باید تقیه کنیم. چی بود میگی با ویلا لیلی دوست دارم؟ بچه ها، اگه از روحانی و فرمانده ها چیزی پرسیدن، کسی اطلاعات درست نمیده. آفرین. کریم سوسکرم آوردن. کریم سوسکه کدوم؟ بله گم انتر، گم. حاج کریمه. اه؟ آقا سلام علیکم. آفرین. خیالتون راحت باشه، بنده پاک پاک. نه تحجیبه. اجازه بفرمایید. هلچون بکن. بابا گم. ها؟ بله گم. چونه؟ جیب ما رو مخواه بزنیم. ما خودمون جیب زنیم. چه؟ خشینو؟ این امانته. بده بودم ببینیم براشون بدیم خانوادهش. بدی هوا هر است. نه بابا، ما من خودتون دوزیم. این امانتیه. نه ما واسه ماش دیدیم. چی بابا جیب؟ بابا به خدا ما این خودتونیم. ما از ما اینا کاری نداشیم. ما واسه تلویزیون اومدیم چه بابا به والله این ما این کاری نیستیم خدا. حالا گم بعد. گم. آی ام داکتر. لا تحجی. بابا با ما کاری مال من نیست. مال اون زبون بسته دیر داش میمرد. اینو داد ما برسونیم به دست خانوادهش. گم. از ما اگه چیزی پیدا کردی اسممون رو عوض می‌کنی. اشینا میذاریم میذاریم حاج آقا توجه بفرمایید تو جیب رزمنده ها کتاب و دعا پیدا میشه، تو جیب اینا سیگار و اینجور مزخرف بود. اینجا هم حیثیت ما رو میبره. اشینا ادا قابل نداره. اگه تا اگه اگه دمت گر اگه شما بفرمایید اگه بابا تعال. اینه چرا لولا رو گرفتن سمت ما؟ چی کار میخواد بکنی؟ این تو پر از مجروحه. لا اله الا الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، در همه کارها تو یاور مایی. تو در سفر همراه و حافظ خانواده ام هستی. بار الها، سفر را بر ما آسان فرما. الهی امی، اینجوری نگاه میکنه، داره با سلامتی ما زحمت میکشه. برای سلامتی سلامت بفرست. سفر خوشی را از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران و کارکنان این پرواز برای شما آرزو. شماره پرواز 598 و مقصد ما مشهد مقدس خواهد بود. ندید بدید هیز، خانم شما چیکار به اون دارید؟ تو دعا تو بخون هیزه. لطفا کمربندهای خود را ببندید، پشتی صندلی را به حالت اولیه بازگردانید و به علامت نکشیدن سیگار در طول پرواز توجه کنید. نش نمیکشیم، هر کی هم بکشه خودم باش برخورد میکنم. بسپار به ما. چرا تغییر ناگهانی در وضعیت کابین رخ داد؟ یک ماسک اکسیژن از محفظه بالای سر شما در اختیار شما قرار خواهد گرفت. آن را به سمت پایین کشید، روی دهان و بینی خود قرار دهید و به طور طبیعی تنفس. تغییر ناگهانی چیه؟ همونطور که همکارانم هم به شما نشان میدهند، از درهای خروجی استفاده نمید. برای اطلاعات بیشتر کارت مخصوص پرواز در جیب جلوی صندلی شما قرار دارد، لطفا آن را مطالعه کنید. Roger runway 29 right clear for land up and take off. After take off contact approach 126.7. Thank you, good day sir. Goodbye, have a nice flight. سلام علیکم داداش، نوکرتم. این مشتی گری کن، یه دوتا نوار برات آوردم توپ، بذار را دراز همه حال کنی. کی شماره اینجا را داده؟ آخه با حاله وا شنفتی؟ میگه واپ ایلا لیلی دوست دارم خیلی، تو لیلی ما مجنون. آقا جانه، شما اینجا چی کار میکنی؟ چرا سر جاتون نشستی؟ جا نبود، من گفتم بیام اینجا، شما ما رو به غلامی قبول کنید. بفرمایید بفرمایید آقا، شما اجازه بده من اینجا. آخ آخ دست آخ دست. میشه کارت پروازتون رو ببینم؟ بله بفرمایید. بفرمایید، جای شما اینجاست. ببخشید من مشکلی ندارم، اگه جانی سرپا وای میستم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم، شما بفرمایید. برادر عباس شما بلند شو، خانم بشینید ام پنجره. آقا جای من اونجاست، شما بفرمایید. اونجا تک تنها، خب دلتون میپوسه بیاد اینجا میشینیم با هم اختلاط میکنیم، دلمون باز میشه. بفرمایید عزیزم. کمربندتون هم ببندید. این چه بحثه؟ دیدی چه جوری به من گفت عزیزم؟ مرزی دیدی من گفت عزیزم؟ نسته دارم. بفرمایید. شما چرا زحمت کشیدی؟ قرار بود ما به اتفاق خانواده خدمتتون برسیم. بفرمایید. چیز شما برید با هم برید استراحت بکنید. بابا ناسلامتی ما یه عمر شاگرد شوفر بودیم، من انجام میدم. بردارین، چرا همچین میکنی؟ یه دونست. دوتاست. یه دونش واسه خودت برداشتم. متشکر. بفرمایید. خدا رحمتش کنه، من فاتحه‌شو میفرستم. ممنون. حلوا که نیست، اینا رو میدن تو پرواز فشارت نیفته. وا خانم خلبا. بله. ببخشید زن من میشی؟ بله. مرزی، مرزی گفت بله، به جون خودم گفت بله. مرزی گفت خیلی خوب، خیلی خوب. اینه باز کن، اینه باز کن، گفت بله. نیفتیم یه با میرزا، ما همون تهرون هم دعا میکردیم خدا قبول میکرده، لازم نبود دیگه شما هیئت راهی بکنی محشر. یا هم پرید چون بیره گلاسه مون، یا هم زده ساله بچه وقتی پریده من بگو. بابا موشکای عراقیه که تا مشهد نمیرسه. نه بابا، یه چند روزی اونجا هستیم تا آوا از آسیا بیفته برمیگردیم. حتما باید با تیاره میرفتیم. مردم اینقدر ترسو میشه، تیارم ترس داره، خجالت بکش. آقا تیاره دی با اتوبوس اولسم. بابا هیچ چیز به پسر خالش نرفته مگه نه نرگس؟ وا مرزی جون، آقا مجید ما دل و جگر شیر داره. ده ده آره، این همون امزده تا بایران باقالی. آبایران کزه؟ به قول فرسانه به باری نه به داره، چه بایران بایران میمونه. آقا جون دعوا نکنید، مجید و بایران نداره که، جفتشون سر و ته یک کرباسن. هر کی باشه
اونا یه قدم از شما جلوتر. اگه تا حالا نتونستم برم جبهه به خاطر اینکه توفیق نشده، کافیه فقط یک بار خدا به طلبه. از من دام الان با دای ماسک دارن می جنگن. و البته با پول ما. عجب که اینطور. عباس این چیه؟ این پاکت تهوع. ها؟ خواهر خلبان ببخشید ما از این پاکت های قنسیون استفراغ نداریم. چشم، میگم الان براتون بیارم. خواهر این که به جایی نمیرسه، قربون دستت پنشیش تو برده بیا. بهتون گفته باشم این جماعت آبرو هممونو میبرن، فکر نمی کنم اصلا زیارتتونم مورد قبول واقع بشه. اگه لازم نداریم براتون بذارم اون بالا. نه 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 لازم نیست. بفرم قدر خندیدم. برای من نسکافا بیارم. برای من تو که هم خیلی بلد آبی یخ بیاری بابا، نوشابه خنک بیار. عرض گلو سلام و روز بخیر خانم ها و آقایان. خلبان پرواز با شما صحبت میکنه. من و همکارانم این افتخار رو داریم که امروز شما زائرین محترم رو تا شهر مشهد مقدس همراهی کنیم. ما پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد تهران و قرار گرفتن به روز مطمئن فکرم هیچ رو کردی کاری نباشه. اگه یکم حوصله کنی همه چیز درست میشه. تو حواست به کیف باشه. کسی به شک نکنه. انشالله که زیارت همه شما عزیزان مورد قبول واقع بشه و ما رو هم از دعای خودتون محروم نفرمایید. یلا یلا جیبو یک نفر بعد رادیو هم میدن اینجا. اسمت اسمت چه هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. بنده صالح محبی هستم کوچیک شما. اسمم نفهمیدم چه گفت. اسم بدر اسم الجد. آموزان زیرباف مثلی آموزان زیرباف حاجی تقی گیرینافه خطبا درجه درجه جاست. والا بنده درجه مرجه ندارم، شغلم آزاده. یه تعدادی از این اراذل اوباش شما دادن جبهه، من می‌خواستم برشون گردونم. اونتا حریفشون نشدم، گفتم بیام تحویل شما بدم، بلکه شما آدمشون بکنید. در ضمن منزل منتظر بنده هستن، اگه اجازه بفرمایید من از حضورتون مرخصم. هذا كذاب ريش له كثير ريش طويل هذا شوف هذا نفر ليش طويل انتم فرمانده گردان. سلام علیکم آقای صدام، خوبن؟ خانوادهشون خوبن؟ ما غلط بکنیم بنده بازدار جندی. نه بابا بنگیه جنگی نیستی که سربنگ دومه. چی نو آبا؟ سربنگ اون احتیاط داره به صبح تو محل میگن امر دودو. داشتم احتیاط، البته شما بفرمایین براتون میکشیم. امیر اش دودو و اندش اش اسمه؟ بیژن مرتضوی. دروغ میگی آقا، اسمش بیژن گلپاقه. یه خودم گلپاقه نه گلپاقه. بیژن قلباق. بیژن قلباق بزغال. بزغال انت لش جدیدی برای چی آمد جنگیدم؟ ما واسه تلویزیون اومده بودیم جبهه، ثبت نام هم کردیم، ندادن بهمون که همین رادیو لام به ما بدین قبول ما میریم. انت لش جدیدی برای چی آمد جنگیدم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خودمون قبلا همین کاری که شما بخوایی بکنیدی انجام دادم. گزونه زاره همه اینا هم گزونه دادم قبولم شده. ما چه اومدیم زیبه این آقا هم جای شما بود از ما سواله میکنم. اتفاقا از ما پرسیدن گفتن کفن میله چند تیکه، از ما گفتیم بهشون دو تیکه سه تیکه قبولم شده. البته در مورد شما چون قدتون خیلی گونده کوتاه جواب نمیدن. سه تیکه اینا نمیشه، حراست جهنم جیر میده. یه مورد داره بیا تو. از ما هم پرسیدن گفتم با پای راست میری تو مستره یا چپ.
ما گفتیم با کله میریم، ما تو نمیذاریم بریم که بابا. آقا من برای اینکه یک کار شما رو راحت کنم، شما خسته نشید، قبلا تهیه کردم اسمی اسامی همه چینی با فنبولی نوشتم با نسبتی اندازه درجه شونی خدمت تقدم میکنم. تهران سنتر، ایران ایر 598، ریگارد هایجک. I say again، ریگارد هایجک. بگی بشین. بشین. پرواز شماره 598 چه اتفاقی افتاده؟ کافه مسکوایکینگ 7500. برج مراقبت. ما اینجا مشکل داریم. یا آقایی میخواد بدون ویزا بره خارج، ما و تمام مسافرا رو میخواد با خودش ببره. دشمن. البته به زور. خوب گوش کنین. من میخوام هواپیما به مسیری که من میگم پرواز کنه. ما تو هواپیما یه بمب داریم. اگه کار غیر عاقلانه‌ای بکنین یا خلبانتون حرف گوش نکنه، ما این هواپیما رو تو هوا منفجر می‌کنیم. مفهوم شد؟ ما یه 598 پیغام تو رو شدیدم 500 خودت حالا کجا میخوای بری آقا پسر؟ اگه زبونتو کوتاه نکنی خودم برات کوتاهش میکنم. برمیگردی به اون مسیری که من بهت میگم. همین حالا. مگه الکیه؟ باید با برج مراقبت هماهنگ بشه. سوخت و خیلی چیزای دیگه. ما الان خیلی وقت رو هوا داریم میچرخیم. بزن. برو آرومشون کن. خواهش میکنم ساکت باشید. هیچ اتفاقی نیفتاده. به خودتون مسلط باشید. هیچی نشده. هیچ اتفاقی نیفتاده. تشکر ببندید همکاران. خواهش میکنم ساکت باشید. به خودتون مسلط باشید. هیچ اتفاقی نیفتاده. خواهش میکنم ساکت باشید. هیچ چیزی نشده. هیچ اتفاقی نیفتاده. مسافرین محترم توجه فرمایید سر مهماندار صحبت کنید. بلکه بعدی هوا با تغییر ناگهانی مسیر مواجه شدیم. خونسردی خودتون رو حفظ کنید، کمربنداتون رو. خانم جون هوا که صافه، باز چی خالی میبندی؟ خب یهو بوگو تصادف کردی. هوا پیما که تصادف نمی کنه. ندید بدید. خانم مهماندار ما طاقتشو داریم. به ما بگید اگه ما سقوط کردیم. چرا راستشو بهشون نمیگی؟ آروم باشین. ساکت. ساکت. آروم باشین. طوری نیست. آروم باشین. پدشمن. شما باید همه چیزو بدونید. نه تصادفه، نه سقوط. من به نمایندگی از خلق قهرمان ایران برای آزادی شما مردم این هواپیما رو از کشور خارج می‌کنم. امروز همه ی شما تو این مبارزه با ما شریک هست. سلامتی برادران. کمیته سلامات درفه. سلام. سلام. چه کدومه بابا اینا جز منافق بشو معترضین هست. معلوم هست تو کدوم طرفی هستی؟ هر طرف که حقه. الان هم چه حق با شماست؟ تو چی مونگل؟ مرزی آقا با تو کار داره. نه دیگه، آقا اسم شما رو صدا کرد. ببخشید ما طرف خانواده دومادیم، مادر دومادم که اونجا نشسته. بله، اینم عروسمونه. منم نامزد آقا بایرامم. بله، ما هم که قراره دیگه به سلامتی. ما برای رسیدن به آزادی همراه میخوایم. کسی هست؟ اجازه ما. البته آزادی آزادی که نه، ما پامنار میشینیم. میشه ما رو اونجا پیاده کنی؟ آ، ما هم همسایه شدیم. ببخشید. برادر منافق شما خودتون کدوم وری هستی؟ ما طرف مردم. یعنی ما قربون آدم چیزم. مگه اینکه شما برای ما کاری کنید؟ موشکاشون تا تهران رسیده. هیچ جا امنیت نداریم. منم با شما. حالا کجا میریم؟ لندن؟ بابا ولی مامان که همراهمون نیست. حالا راستاسی کجا میریم؟ میریم لندن؟ اسرائیل. شاید هم عراق. داداش ما بیلیتمون تا مشهده. یه آقایی کن من و خانواده رو یه تو که پا بزه تا مشهد. ما نرز داریم. بعدش هر جا خواستی خودت بری هری. هم لال شو بشین سر جات. میگی تا هم لال شو بشین سر جات. بیشین پسرو بیشین. بابا میرزا شما یه کاری بکنی. سب کن بود. به خدا توکل کن. خوب گوش کنین. ما همراهمون یه بمبه. از جاتون تکون نخورین. رفقای منم بین شماها نشستن. کاری نکنین خون و خونریزی را بیفته. مردم مردای قدیم. خفه شو بزور. اینا از پشت مردم خنجر میزنن. اگه حرف اضافه بزنی یه گلوله حرومت میکنم. کن دیگه جوون. این بنده های خدا همه زخمی هن. چرا با مردم یاد هوار میکنی؟ مگه قرار نبود هوا بیما رو بدوزیم که بریم خارج عروسی کنیم؟ کارا چیه؟ دستشون خیره. قرار نبود آدم رو بشن عروسی کنن با هم. ماما پس خیلی هم خطرناک. سهر من در میرم من دو بکشم. اینا هم که نام زدن.
آقا شما که طرفدار ما مردمی، پنجره ها اینجا دستگیره نداره، قربون دستت میایین دوت پاکت بندت در بیرون بدین من، برو بایی سخنم کنار. شما چرا آبجی خویت نداره جبه گولام پیسیشته. شما حواستون باشه من میرم داخل. آخه برای چی؟ مردم گناه دارن. بشه خانم حرف بزن. خانم ها آقایو، زیر صندلی شما ها چتر هر چتر نژاده. اگر چنون که دیدین خطر افتادین، زامنش رو بلافاصله بکشین. وانگاه احتمال نفس خودتون رو حفظ کنون. اینا با شما قول میدم ها دا نیمی ترولوس هم نیستن. شما مهمان سید رئیس. درد بلای سید رئیس شما بخوره تو سر این آقای صدام که این جنگ تحمل رو به ما تحمل کرد. الان مای آورده و شربت میخوره. ایوالا شربت برده. اون که شربت خودمون بود این شد نتیجه. این که دیگه شربت اینا هم هست. غیر سرشون خیلی میزنم ولی مسترا شربت هم میدن. ببین مثل که میخوان سیگار هم بدن. مثل که این حرومزاده ها اونقدر هم بد نیستن. بچه ها گول تبلیغاتشون رو نخورین. اینا جلوی خبرنگار ها میخوان تقیه کنن به قول حاج آقا. آی مرتضی خان داشتیم؟ بعد دقائق یجی فریق الرعد و معه المخبرین من التلویزیون و الرادیو. آفرین ارمنی هم جبهه میان. آفرین. این چیزی رو گوزینا قابل شدی لابد سوال های خودش نمی کنن ازشون. موردشون چند تا کفن داره؟ کفنشون چند تا کفن؟ من خودم یه مدت قبرستون ارامنه خدمت میکردم، اونجا دیدم با کت شلوار میذارن تو جعبه خاک. با کت شلوار؟ اینگار چه عروسیه نه؟ لازم مصاحبه مع تلویزیون. هر که مصاحبه کنه یشوفونکم عائلتکم مع تلویزیون. خانواده دید شما مخبر تلویزیون جرا آمد جبهه؟ بزور آمد جبهه. تعرفو؟ من یحجی کلام اضافه و یحتف نواقفه با اشد المجازات. شعار سیاسی کلام اضافی ماکو و الا یتی المرز دو کله. استاد انتبه. خذ راحتك. مرحبا بك يا سيدي فريق الرد. قدام اسمك الزهير. 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 بینندگان گرامی، بیشتر این سربازان ایرانی از بین جوانای کم سن و سال هستند. ایران برای اعزام نیرو با مشکل مواجه شده. برادرو مواظب باشین. جلو خبرنگارا دشمن سوء استفاده نکنه. شما مواظب حرف زدنتون باشین. حرف بدی نزنید. آفرین. یعنی حرفای چیزدار نگید. نه. این خبرنگارا یه موقعی ازتون خواستن مصاحبه چیزی بر علیه کشورتون بکنید، یه موقعی به حرفشون گوش ندید. شما برای چی جبهه اومدین؟ حالا که اسیر شدین چه احساسی دارین؟ شما برای چی اومدین؟ من دارم از شما سوال میکنم. اگه یه دوز بیاد توی خونتون چی کار میکنی ها؟ خدا بابر چی کار میکنی؟ بچه ما خبرت کنی؟ سلام سلام خوبه این حالت خوبه؟ سلام آبجی. انگیزه شما از اومدن به جبهه چیه؟ انگیزه نو تهران هم آدگیرین رو پرسید نمیدونم جوابش. آخی چرا حرف موس میزنی؟ یه بار دیگه سوال میکنم خودتون رو معرفی کنین آقا. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانه بایرام گودرزی معروف به بایرام رودر و بسم الله میگن. ما بهش میگیم باقالی. خدا متفدل. ما خبر سلامتی خود رو به خانواده من و مادرم، پدرم، برادرم و همسر آیندم که قراری بشه همون خواهر مجید با مادر زنم که میشه مادر مجید میرسونم. بعد تا چی زیاده؟ کفه. یه بار دیگه ازتون سوال میکنم برای چی جبهه اومدین؟ ما میخواستیم اینا گفتن که میخوایم بریم زیارت کربلای امام حسین. ما هم چون عاشق حضرت ابوالفضلیم. شو زیارت ما زیارت بریم دیگه. شما میای زیارت امام رضا ما اینجوری میکنیم با شما میزنیم تو شما رو به کشتن میداخلش. دوباره میپرسم شما حاضرید شعار بدین؟ بله آبجی. شما فقط به این آقای بگی که ما رو ایدام نکنن. هر شعار دیری که بخواد ما میگیم. ما اصلا توسیم اینا نیستیم که اینا میگن مرگ. هم اینا ما رو میخوام به کشتن بدن. باید آدم درود بفرسته. درسته آقا. ببین آقا درود با
بر صدام یزید کفر. بگید دیگه. درود بر صدام یزید کفر. درود بر صدام یزید کفر. درود. چی گفت؟ چی گفت؟ چی میگه؟ صد رئیسش؟ صدامش؟ فامولیش میگه یزید کفر احمد تو که را میگه لاتش کن ما فکر فامولیش یکم ما چه میدونیم؟ خب شما که مسلمون نیستین به نفعتون نیست شعار بدین، مصاحبه کنید با ما. من مسلمان نیستم، ایرانی که هستم. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! آقا مرتضی، اینجا چه خبره؟ اینا اومدن از ما استقبال انجام بدن؟ تا حالا اسم تونل وحشت به گوشتون خورده؟ من شهر بازی زیاد رفتم، خیلی حال میده. بابا این فرق میکنه امیر دودو با شهر بازی تهران. اونجا دایناسوراش دیکوریه، اینجا دایناسوراش واقعیه. بچه ها محکم باشین، دشمن سوء استفاده نکنه. آزاد جمالی، اگه میخوای دشمن سوء استفاده نکنه خودت اول برو سوء استفاده نکنم ببینیم. بله خب من اول میرم. سلامتی رزمندگان اسلام. سلامات خشامه. آقا باری برگردون نمو جیپه که بودون بهتر از این برا. ایوه برو تا صبح باید اونها دوا درمون کنم. آقا رسول کارم درمده. عجب نامرده یا فارو. ملسی بیارمشون تو داره دسته. میخوامه بودو 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 برشی برشی برن حاضر که برشی مجید شما منو گزونه نده کرده گفتی لیاقت ندارم برین سیپه حالا خودو چی داره برو دیگه عزیز من صاحبه لیاقت شده بیا برو خودو نده آره صاحبه حالا که کتش میزنه من برم داره اما اگه گیم پولو میدارن خودت میرن زیلو برادران محضی ببخشیم من پشتم به شما سا ببخشیم منو مثل خانواده تون بدونینا ببخشیم خواهش میکنم قانون دلی به رعایت کنیم بابا جردم به پایین بزنه جردم به بلند کنیم على قولة الرئيس القاعد صدام حسين انتم ضيوفنا شو عامل ميمونه واسي الضيف لازم يحترم صاحب البيت ميمونه بعد طبعاً عارف صافوناش بشه ميمونه حبه بخدر تجري فزرين مكنا الصحفيين الاساس يسجلون الاسامي هو مدني شما بيشتر وسرايك شما مدني اجا ثبت نوم نشدن الاساس الدكول الاثنين خاطر فراري كه وسرا نميزان استاني بيا دردوغان نام پامن ممنوعه وايدين من قرار چند روز دیگه بازرسای صلیبی اردوغان تا توی مراسم رسمی از شما ثبت نوم کنن حسب الاخلاق منكم ثبت نوم شما بستگی به رفتار شما توی چند روزه داره حركه السياسي ممنوع نماز جماعت ممنوع ماكو اي نوع من ماتم عزاداري ممنوع ماكو تاسوعة ماكو عاشوراء تاسوعة عاشوراء ممنوع اينا بگم اينا قفي زياد ميان يعني شما مراعات كنين انا ده اترجم اطراف اردوگاه میدان و مین هست نگهبانا مجاز هستم به هر کس که نزدیک شدم و یا فرار کردم شلیک کنن اینجا فقط باید زندگی کردم ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم تنهایی چون تهران مرد خانم منتظر که بریم ازدواج کنیم اون وقت نامرده میشه میگن از زیر عروسی درم جناب سروان داشت مجید ما یه تانکتون رو زده تا اونشم میدیم بذاریم برگردیم حرف نزنی خفه شدم اینجا رسول ارشد شماست
حرف اون باید گوش کردم. این بابام که آدم خوش میده. بیوه جنج ما کولش. هرکس شعار داد شلوغ کرد تنبیه شدم. مثل اون توی گونه کردم. محترم توجه فرمایید. با تشکر از همکاری شما، همونطور که مستحسن هستید، به لطف برخی از دوستان مثلا وطن پرست بعد از این همه معطلی بالاخره احتمالا مجبور به فرود اضطراری و سوختگیری هستیم. لطفا خونسردی خودتون رو حفظ کنین، کمربنداتون رو ببندین و به علامت نکشیدن سیگار توجه فرمایید. اینو می‌خواستی بگی؟ اینو من گفتم. یه حرفو چند بار باید بگی این خانم؟ من گفتم چاکرت خانم. این حرفا چیه؟ کوبس موبس کدومه بابا؟ اینا از بعضی ها بدترن، اصلا معلوم نیست طرف کدومشون هستن. هیچ معلومه چی کار میخوای بکنی؟ بیچاره مردم هم باید خون بدن هم از دست شما خونه دل بخورن. بابا اینا دستشون با دشمن تو یک کاسه است. خفه شما زدور، همین شما اگه نمیرفتین که په همون روزای اول کار رژیم تموم بود. بس کن دیگه جوان. همین ها اگه نمیرفتن جبه ها مثل قصه حمله مغلا، شما ها الان به صدام باش میگفتین آقدایی. صدام دایی ده تو به صدام میگه خاندایی. آره صدام دایی شد. راست میگه دیگه آقا. اچام دیگه شورشو در آوردید. ولفرج یکی دو تا ست. آقا اینا دیگه قول میدن ولفرج نکنن. شما بفرمایید به داییتون برز. ماشالله چه شباهتی هم دارین. یه نه حلال زده به داییش. بی تربیت. غمقت نکنم آقا. آقا جان بس کن دیگه. خود جلو اون زبونتو بگیر. مصلحتو برای همین موقعا گذاشتن. فکر میکنه اگه آقا مجید بفهمه ما رو دزدیدن چی کار میکنه؟ اگه داشت مجیدم اینجا بود که تیکه تیکه میکرد مردی که بیغیرم. چته؟ چرا انقدر عصبی شدی؟ با مردم که دعوا نداریم، قرار بود هواپیما رو بدزدیم بریم خارج پناهندگی بگیریم که داریم میریم. چی میخوای دیگه؟ تو با منی یا اونا؟ اومدی کمک کارم باشی یا اعصابمو خرد کنی؟ نشنیدی چی گفت؟ هر چی گفت. نباید رو سر مردم اسلحه بکشی که. بابا برو زن و بچه از اینجا، نمیبینی ترسیدن همه؟ ترسیدن که ترسیدن، به درک که ترسیدن. برای من ایدئولوژی از همه چی مهمتره. چی از همه چی برات مهمتره؟ نشنیدی؟ نه. ایدئولوژیم. عروس خانم، من فکر کنم تنبون این نامزد منافق شما دوتا شده. ذلیل مرده، اسمش هم خارجیه. رادیولوژی. مرد همه شون همینه. اون که تنوع طوری نیست. ماشالله با این هیکل بالاخره سیب زمینی که نیست. یه کلمه دیگه حرف بزنی خلاصت میکنم. آروم. آروم. پسر گلو. ببین. ای ره که تو میروی به ترکستان هاکاکو. آمیرزا راست. بشین دیوونه. بس کن دیگه. عصبانیش نکن. عروس خانم. عروس خانم. میگم من با شما یه صحبتی دارم. میخوام بیام صحبت کنم. رگ خواب این جماعت دست منه. شما اجازه بده من بیام از اونور. به اون آقا قد بلنده بگو دعوا نکنه. پاشو بچه. زن حاجی مگر جون سیر شدی میزنی میکشه رحم نداری؟ من میدونم شما چیزیالیست هستین. حاجی امام جوونیاش فوتبالیست بود. من بلدم چجوری درستش کنم. میخوام از همینجا از پشت این تریبون اعلام کنم که آقا چرا دارین بحث سیاسیش میکنین؟ ما با کسی دعوا نداریم. ما با همه خوبیم. اصلا چرا هواپیما رو سوراخ سوراخ کنیم؟ چرا کج و کله کنیم؟ میخوان دو تا مرغ منافق با هم ببخشید دو تا مرغ خروس منافق عاشق کفتر عاشق کفتر عاشق با مرغ هم عروسی کنن سنت حسن است. بیاین به جا بیاریم، بیاین کمک بکنیم. اصلا آقا من خودم یخچالشو میدم کمک کنیم اینا بریم یه هونولولو یه شامی بخوریم با یه عروس داماد. خیلی هم خوش میگذره. همه با هم خوشحال راضی برمیگردیم خونه هامون. حالا اگه ممکنه همه با هم به مبارکی این ازدواج. عروس چقدر قشنگه. ایشالا مبارکش باد. دو ماد خوش آب و رنگه. ایشالا مبارک بر منافقی این صدام شدرس. من یه حرفی زدم؟ حالا شما چرا این کارو میکنی؟ من دارم برای آزادی شما حد جونم میگذرم. اگر نه خودم حالم به هم میخوره این کارو زایه. خانم ها آقایون، جنترمن، زیر صندلی شما ها چتر نجات هست. اگر چنون که احساس کرده که در خطر هستین، بلا فاصله زامنشو بکشید. بسی حوصله داری یا؟ بگر رسیده مشهد. نه، سر کرایه دعوا شده. بشین. دل خیلی خوشه. متشکرم. Kuwait approach, runner 598, good afternoon. It's hijacked flight. Request descent to traffic altitude. Iranair 598, intention? Proceed to land if possible. Negative. Descent is not approved. Airdrome is closed for you. Joseph Rudemina.
رعایت به ارتفاع. Runner 598, Riker Force. Your aircraft is intercepted. Follow us. میگه. چی میگه؟ چیزی نمیگه. میگه هواپیمای میگه. جنگنده عراقیه. نه. کمک! هر کمک! هر کمک! اینا مرا رو بایدن! اینا بخ... اینا همشون با همن؟ ببخشید نظرم شما بفرمید بفرمید داداش ما با همه عزیزان منافق بالاخره یه مسیری هم در خدمتتون هستیم. همه توجه کنین، همه توجه کنین، اگه شما هم عقل تو سرتون باشه با یه مصاحبه و شعار جلوی خبرنگارا نونتون تو روغن. تو اگه عقل تو سرت بود برای پناهندگی ما رو عراق نمیبردی، لااقل پاریس یا یه جای دیگه. مصاحبه و شعار دیگه چیه؟ بابا میرزا آخرش چی میشه؟ من خیلی میترسم. انشاءالله درست میشه. رشته ای برگردنم افکنده دوست، ای کشد هر جا که خاطر خواه دوست. جون تکیه تو بده به من. همش بیاد عزیزم، چیزی نیست، حواست به اون طرف باشه. برنامه جایی دست خودم نیست، مدت اونایی که سرود خوندن فردا خودشون باید تاونشون رو بس بدن، پای بقیه رو وسط نکشن. رفقا خوب گوش کنن، هر کی لباس اضافه داره به مهمونای جدیدن بده. شما میقدی تنگم مهربون تر بخوابید. حواستون باشه دیوارای اینجا موش داره، موشم گوش، سوتی ندین. از ما گفتم بود بشینید، من الان جریان براتون توضیح میدم. بفهمید الله آقا رسول قدیمی ترین اسیر اردوگاه است، از طرف عراقی ها شده ارشد اردوگاه. علیه السلام تر از این بابا آدم نبود. قبلا بچه ها واسه اداره اردوگاه یه شورای مخفی داشتن، هر کدوم هم یه مسئولیت داشت، کارا عالی پیش میرفت، ولی بعضی ها شناسایی کردن و اردوگاه رو ازم پاشوندن. این آقا رسول هم از اون اول جنگ اسیر شده، بچه خیلی بامر، حتی بامرامی، خیلی هم علیه السلام نیخیال کنین ها، ولی لوتی منشه، دوست داشتنیه. سیستمش هم 4-4-2 مثل فوتبال، یکی یکی، یعنی یکی به نل، یکی به میخ. تیپش هم جالبه، واسه خودش یه سوزوکیه. والا این قیافه از سوزوکی گذشته دیگه کاوازاکی شده. حاجی آقا تحویل بگیری، کارتون در اومد. حاجی موتورسازی داری؟ والا چشکو. حاجی آقا تعمیرگاه مجاز آدمسازی دارن. آدم؟ همه رقم. ایرانی، بعثی، عراقی، هرچی دلت بخواد. اونایی که تو اون بند هستن کیان؟ اینجا شده یه اردوگاه تبلیغاتی واسه بعثی ها، برای اینکه بین بچه ها اختلاف بندازن به چند دسته تقسیممون کردن. اون ته یه قاطعه است که افسرها رو نگهداری میکنن، تقریبا همه شما صلیب سرخ ثبت نام کرده.
بسیجی و پاسدارا هم به اسم مشاکل دستگیر کردن، بردن اونجا حبسن بندگان خدا. راست داداش، شما هم با کوزینه اومدی با این قیافه؟ اوه اونا کیان؟ خیلی مشکوک میزنن. حزبشون حزب ملنگ، سردستشون اسی کلنگ. اینا شر شورایی هم که کم آوردن، همه تیپ آدمی هم توشون هست، از قاچاقچی لبه مرزی بگیر تا جاسوس ماسوسه اردوگاهی دیگه، یه مش عتیقن که دور هم جمع شدن. همو این چند دستگی بین اسرا خوب نیست. حواستون باشه، اینا الان دارن تو شما دنبال فرمانده و پاسدار آخون میگردن که تا قبل از اینکه بازرسای سریعی برسن برفستنشون استخبارات. اینجا بعضی واسه یه پاکت سیگار آدم میفروشن. هوانی رفیقاتون هم داشته باشین. خیلی مشنگه. یه خورده زود قضاوت کرد. قیافشون غلط اندازه. اما دلشون صافه. اما گفتم بود. بچه محل خودمون نیستی؟ سرا سرگردون. پامنا؟ پایین تر. پاچنا؟ برو پایین. خزانه؟ چه؟ یخچی آبا؟ بیا بالا. نازی آبا؟ میخوامه. آب گندیده که اداره میجوره. بچه من اونجا جوادیه ندیدم. سرا سرگردون. بابا جوادیه دیگه. بر خرمگس معرکه لعنه. اشوا. سلام علیکم. بزغاله اسم مسترمه، کوچیکی شما بیژن مرتضوی هستن، جناب فرماندار. راسته میکشه عملی؟ آخه ولش کن، ولش کن بابا. بگت سلام علیکم. آه، بندم بایرام گودرزی هست، بایرام لوده. لش سوی چی دی ملابس شعب؟ این گونده ایناس ها ما چرا لباس ما کوتاه کردی؟ دعا میکنی؟ هازه هست جا عرف القوانین. ما توهین انداختی؟ ما عرف القوانین. اشتباه نکنو آقای نگهبان، این اتفاقا موده ها. الان همه جای دنیا مدل مانتو کوتاه چاش داره موده. نه تحجیبه. نگهبان چی میگوی تو؟ شما میگه مامور دارم بیگرم. ای با Von zwei Unterkanten haben wir Türkei مشاهده میکنید یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی با کلیه مسافران و خدمه خود توانستند با چند معترض در یک اقدام شجاعانه از زمین ایران فرار کرده و در کشور عراق بیایند. گزارش‌ها حاکی از این است که تمام مسافران این هواپیما در اعتراض به وضعیت سیاسی و امنیتی برو سیاسی که اعتبار نداره داره برو مال بیهوشی رو میگه شاخان پخان زیاد میکنم ولی تشت رو صدا بلده قصد پناهندگی سیاسی در عراق و یا چند کشور اروپایی را دارد جمعیشگم اینا رو بیارن امریکا چیه میمکنه بیدون بزا در بخش دیگر از اخبار خواهیم شد میدونم مش برام خوبه ببخشید اگر که کمک بخواین من میتونم کمکتون کنم. بلدی؟ بله من در خارج دو ترم پزشکی خوندم. راست میگی؟ پس خوب شد به داده ما رسیدی. چون این رفیقمون کار اصلیش مطربی بوده. اینی هم که میبینی داره اضافه کاریشو میکنه. یهو گل بود به سبزه نیز آراسته شد. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. فقط همین یه دونه رو کم داشتیم میسن. حاجی عزه بده. داشت رسول احترامت بر ما واجبا. کنداکتور گروه موزیک بودم. جلوی این تازه وارده هر چی دلت میخواد بگو. آره راست میگه قبل انقلاب رئیس گروه مطربا بوده جنگ که میشه داوطلب میاد خط مقدم الان هم با بچه ها ترونه مرونه کار میکنه میبینید که پاک مخمونه برده آی دکتر این ترانهایی که شما کار میکردید خلاف شرع که نبوده انشالله ها همش مجاز بوده دیگه بله والا این بحثی ها شما که نمیدونید ما رو مجبور کردن همه چی بسازیم انقلابی میسازیم ضد انقلابی میسازیم در همه دیگه خدا ببخشه برای چی برای چی عزیز من؟ والا نقلش مفصله. بعضیا میگن ایرانی‌ها اسرای ما رو اونجا نمازخون میکنن. ما هم اینجا میخوام شما رو برقصونی. الانم شرط کردن چند روز دیگه که صلیبی‌ها اینجا میان شما رو ببینن، بچه‌ها اینجا تئاتر بازی کنن و ترونه مرونه بخونن. اونایی هم که زیر بار نرن، میرفستنشون استخبارات برای دادا. دکتر جون، آیه دکتر دندونم دست دادم. جان اومدم. آیه دکتر دندون. بزنید. شما دو نفر بزنید بیان دست پای اینو بگیرید. یه لحظه بیان پاشو شما بگی دستش هم ببین محکم بچسبون بکنه به حسب اطلاع شما این دست مسواک رو آب میکنیم اینجوری آه آه
همین انقدر کافیه. اینو نگاه کن، سرخ شده میله، داشته باش. دهنت باز کن، دهنت باز کن، باز کن، باز کن، باز کن، باز، 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 باز. برادرای بسی زنن، یکی از برادرها رو کف و کوفش در آوردن. دکتر بودا، بجنبی. قصه نمشید، من یکون از این آبا ببرم برای بچه ها. آب لازم دارن، آب ندارن، گناه دارن. با اجازه آج آقا تقمل الله، باز دارید دنبال کفشات میگردیم؟ آب برای بچه ها یه بار بیرون. آب مدنی یه بار بیرون زن دست بالا تا قطع بکنن اینجا به سر جاش. نبرم اینا بفرم. با اجازه برو بیرون بندن. این رو روشن کن که بهداشتش کنم. خب این کار از نظر علم پزشکی هست. نکن کارت کن. این ولی تو نگاه نکن، دو ترم بیشتر نخون، یه قشون بکن. اون منو نکن. کجا بدم جای سالم نداره پشتش. خلو محکم بگی، محکم محکم محکم. نام سیدی نام. بچه ها کلوی نقبه کم بیاریم. نه خیال میکنم ما بیدی هستیم که با این بازار بلرزیم. نه اینکه تاران نلرزیدی. آم پولشو زدم الان حالش خوب میشه. همه این آتیشو از گور شما بالا میشه آقای دکتر. بس کنید، بس کنید. ما این همه مصیبت نکشیدیم، نجنگیدیم بیایم تو دل دشمن. این مزخرفاتو گوش کنیم و مطربی شما رو ببینیم. ما تازه رسیدیم. راست میگه دیگه، شما هم خجالت بکشید، هنوز خون رفیقتون خوش نشده. من از اون ابتدا به شما گفتم که این اراذل اوباش آدم بشون نیستن، شما به خرجتون نرفت که نرفت. حالا که میبینید با جواسیس ریختن رو هم دارن برای بنده و جناب عالی قرد. آفرین. تحفیل اینجا ریش بی ریشا، اینجا فقط عشق و حاله. نمازخونه میخوای انفرادی؟ شما که تازه اومدی باز به ساز ما برقصی، وگرنه میرم راپورتون رو به صراط غیر مستقیم هدایت بشه. اما تعداد ما بیشتره، شما باید با ما هماهنگ بشید. کمتون میکنم بابا، زیاد بودم مثل شما تو این اردوگاه. مقدس بازی اینجا هم باطلشه. مرافعه نکنید با شما، به این چیزا عادت میکنید. دمش گرم. همینی این کار هر روز هر شب شما. تو با مایی؟ با این بحثیایی یا با این مطربا؟ من ارشد اردوگام و طرف راحتی بچه هم. آفرین. گوش هم از این چقل پقولا پره، اما اینجا با زندگی کرد. جنگ مال تو خاک ریز بود. برای یه رزمنده جنگ تا دل بغداد ادامه داره، اما ما با شماها جنگ نداریم. برادران رزمنده که در بند بحثی ها گرفتار شدید، خوب توجه کنید. این بحثی ها میخوان با ترانه های مبتذل و آهنگ های لهو و لعب ما رو شکنجه روحی بدن. مواظب باشید که به دامشون نیفتید. حاج آقا گیرینام، شما گیر نده، من الان خودم ردیفش میکنم. اگه الان کوتاه بیاین معلوم نیست بعدن چه بلایی میاد. فرمانده بابا، به این برادرها کاری نداشته باشین، ما رو شکنجه بدین. ببین شما ما رو ببرین سیلولو انفرادی، هر چقدر میخواد شکنجه روح بدین، ولی با اینا هیچ کار نداره. ما اصلا طبق قانون ژنو ما روحمون بیشتر احتیاج داره. باید یه دست حسابی به این دستیا بدیم که تا آخر اسارت یادشون نره. خفش کنون نامت زبان. Wa weila, 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 wa we
دستی خیلی راضی به نظر میاد. یقینا رفیقات با دار دسته ایسی و آنتنا درگیر شدن. این بساط همیشگی ایناست. دعوا را میندازن تا روحانی ها و مذهبی ها و فرمانده ها رو شناسایی کنن. خدا فردا رو بخیر کنه. مثل اینکه اون آقا با شما کار داره یه همچی میکنه، با شما کار داره مردم آلاخون و آلاخون کردی یا رو تحویل بگیر. دارن عکس میگیرن همچین کن جزو سابقت حساب شد. حسن اکبر علی بله، نقی نقی جعفر بله، ولی روح الله علی بله، حسن اکبر علی بله، علی تقی بله، حسن جعفر بله، محمد تقی بله، مرتضی حیدر علی بله، حسن جعفر رضا بله، حسن صدیق شریف بله، حاجی تقی گرینوف. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ متعلقات خوبن؟ منزل خوبن؟ دفعه بچه خوبه؟ بیژن بلباغ ازغاله بایرام لودر بغالی سلام علیکم. امیر دودو عملی باشه باتون. امیر دودو عملی آقا ما یه هفته دیگه بیشتر نمیتونیم بمونیم، به خدا مادرمون خونه مریضه. بیشیم بابا، فقط بگو بله. دوکی کامران گوگولی بله، امو زنجیر باب بله، لا 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 یعنی کلو کم امو زنجیر باب بله گولون بله. زنجیر منو بافتی بله، یعنی همه جماعت زنجیر منو بافتی بله، امو زنجیر باب بله، زنجیر من بافتی بله، امو زنجیر باب بله، زنجیر من بافتی بله. ها نام سیدی بعد دهکن علیکم بعد ما افتهم امو زنجیر باب کلهم میگولن بله. ای نام سیدی اما میباشی اینجا چیکار میکنی؟ فرد واحد شیخ بگم اونم بو بردم دنبال حاجی میکردم. خدا به خیر کنه. سیدی میفرمایم بین این اسرا واحد فرمانده واحد آیت الله موجود هستم. آی رسول دو آیت الله میشناسم؟ کجا باز بشنسن؟ اینا تازه یه شب اومده. مکلحد ها انت مسئول عرف ماشی ناجی فعلا مصلحت نیست. انت و انت قوم انت داکه تلویزیون میدن ما واسم و انت بعد قوم روح جيك عليهم جيك عليهم. روبه شدم شیخ گردان شما این هست؟ نه آقا سیدی، این نواستم قیافش به این حرفا نمخوره مولا بشه. این استخاره میکنه با تسبه همش هم برست در میاد. استخاره کرد ما الان گرفتار شدیم دیگه. شما مگه میخوای ازدواج کنی ندین استخاره کنی با تسبه ها، برست در میاد ها، خودت میدین. بس اینو برای چی دور سرش میبنده؟ اندازه سر اینه. خب شاید میگرن دارن سرشون درد میکنه از نظر پزشک. چی میگی داکی؟ سر که درد نمیکنن که دستمال نمیبندن. این عمامه مالا کی هست که توی بهتری پیداش کردیم؟ بگم من این قالب کله یاشی گیریمه. چرا مزخرف میگین؟ چرا شأن لباس رو پایین میارید؟ آقا درست میشه هم مالو همینی ببرین اعدام. دروغکی راست میگه. آی فرمانده بنده خودم کلاه دارم عزیزم. اینا این کیا راست میگه؟ حرف نزن تو خودت مشکوکه این همه ریش داری. من آقا من اهل عملم، من اصلا این کاره نیستم. من آزمایش ببرین هر کاری دوست داریم بکنیم، این کارا رو با من نکنید. پولش اصلا مال شما. لما ما عرفوا علينا اليوم الشيخ اقتل واحد ورا الثاني هاليوم ميجا شو بعد معرفيشون كوني واغانا هممون تو صبح اینجا چال میکنن. تو که مسیحی هستم لزومی نداره که زحمت اینا رو بکشی. برو دفتر فرمانده. ولی منم با اینا اسیر شدم. گفتم برو.
آفرین. آن تهراس آرسو صاحبش باید پیدا کنی. تمام بابا تو که هر شدی باست یه کاری بکنی. این حاجی و فرمانده ریشمیش دارن توشون تابلو هن، معرفیشون کن، بقیه خلاص دیگه، بریدیم ما جون تو. اما این ارشد شماست نه ارشد ما. ما راه خودمونو میریم، شما هم راه خودتونو برین. آفرین. جایی که آب هست تیمون باطله. راست میگه، ما فقط تابع حاج آقاییم، هر چیشون بگه حرف ماست. برادر با هم دعوا نکنین، اختلاف چیزیه که اونا میخوان. رسول قدیمی اردوگاه، از حالا به بعد ارشد همه ما هست. بابا این آدم خودشونه، اطمینانی بهش نیست. من که تابع آقا رسولم، چون تجربهش بیشتره. اگرم مصلحت جمع تو اینه که من خودم معرفی بکنم، باش، حرفی ندارم، معرفی میکنم. نه نمیخواد آجی، صبر کن، شاید کوتاه اومده. دلت خوشه، اونا رو من میشناسم، تو این یه فقره کوتابیا نیستن. حواست کجاست؟ دارن از همون اسب میگیرن. داشتم به آقا مجید فکر میکرم. همش تقصیر تو بود دیگه. اگه برای داشت مجیدم شرط نذاشته بودی بره جبه، حالا ما اسیر دست اینا نبودیم. ای بابا، نکه تو آقا بایراما زورکی دنبال مجید راهی نکردی؟ خی آقا بایرام راست میگی، ولی در عوضش دارن اونجا کلی کیفشو میبرن. والا مرزی مرزی میگم لابد تا الان ده دفعه اخبار گفته که ما رو دزدیدن. چی میگی شما دوتا؟ اه دزدیدن دزدیدن، من عربیم خوبه، الان باشون صحبت میکنم میبینین چی میشه. آقا الاغا یا حبیبی اخوی هازا فی مکان مازا ما هازا لا خواهر لا مادر لا خواهر مادر حاجی مای هزبند انتظارو فی بیت هیا لا خیر العمل نماز مسلمان مسلم لا پدرم برزده صدا میشنوی حرف بزن دیگه چی دونه میگه بزنم تو ما قرار بود بیایم عراق چه فرقی میکنه فرقی نمیکنه ما با این چشات تو جنگی مثل اینکه نمیفهمی آروم باش آروم باشم ببین تکلیف این مردم بدبختی که آوردی اینجا علف خودت کردی چی میشه مردم مردم میکنی مردم هم دیگه واسه مهم نیست خیلی خوبه اون وعده وعده که به من دادی چی منم دیگه مهم نیستم آروم باش به من چقدر وقت داری دروغ میگی بهروز با تو هم چقدر وقت خفشو این مبارزه است برای سلامتی دو زوج جوان و آقای مهربان بزن دست و بی امان خانم آقایون لطفا توجه کنید لطفاً توجه کنید. طبق اعلام بلای سرمون میارن. نماینده حزب بعث، شما چند روزی مهمون رئیس جمهور و حزب بعث هستید. آفرین باریکلا. باریکلا آفرین. دارم خوب میشناسمت. کون آدمی که من میشناختم؟ کجا رفت؟ و تا هر موقعی که دلتون بخواد میتونین تو این کشور بمونید. شما باید طبق قوانین بین الملل ما رو به ایران برگردونید. سید رئیس صدام حسین دستور دادن تا استقبال خوبی از شما بشه. به همین منظور فردا به نجف و کربلا برای زیارت برده میشی تا خاطره خوبی از مهمون نوازی حزب بس باشه ما که خودمون داشتیم میرفتیم زیارت شما برو به آقا دایید سلام برسون بگو شما که ما رو میخواستی بفرستی زیارت چرا مثل آدمیزاد نفرستادی واسه چی آدمو میره با این بمب قلابتم بگیر لطفا توجه کنید میدونم که روز سختی رو گذروندید ولی این تابونیه که باید برای آزادیمون بدیم
مسئولیت جون تک تک این مسافرا به عهده تو دولت عراقه. شما باید جوابگو باشی. بعد از برگشتن از زیارت توسط نیروهای صلیب بازدید میشید. اون وقت هر کدومتون میتونه آزادانه تصمیم بگیره، بمونه یا برگرده ایران و یا به هر کشوری که دلش میخواد پناهنده بشه. از همکاریتون ممنونم. من اصلا نمیخواستم اینطوری بشه، قرارمون هم این نبود. به هر حال من واقعا متاسفم. میگم بیا یه جوری راهتو از این پسرک جدا کن. يلا بسرعة، حطهم داخل كيس. يلا بسرعة. ما يصير سيدي، هو من أولاد النبي. سيد ما سيد ما يفرق، العدو عدو، حطهم داخل كيس. يلا. نعم سيدي، سامحني سيدي، سامحني يا شيخ. يلا 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 حرك. سلام. 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 بچه فروشنده اومد تحویلش نگی. سلام. سلام دارم میگم. جواب منو نمیدین. سلام. ای بابا. آق پسر. بله. سلام آقا رسول. باز خودتا جمع جور کنی. دارن تورت میکنن. باور کن من چیزی به اونا نگفتم. اما گفتم بود. خلو میگم برادر موسیو بالاخره چیکار کردی؟ با اینا نقلیه کردی یا نکردی؟ باور کنی من چیزی نگفتم. آره چیلی اما جنسارا چند فروختی؟ راست چه بگو؟ خودم انشالله که خلاف نکرده باشی. رسول زاقی چیکار میکنی؟ نه کجا بردی نساس؟ میخوای دکون بزنی ها؟ خریدم. مگه جرمه؟ خریدی؟ چی فروختی؟ خونم قطراتو؟ خون کدومه؟ گیوه بافتم دادم به نایب ثابت. چی شده؟ رسول خان امر به معروفی شدن. خب ریش بذار، دکمه بالارم ببند. اگه چیزی میماسه بگو، ما هستی. ببین یابو، من به ریش و با ریشش کاری ندارم، اما این خراب شده صاحب داره. من میگم کی باز چیکار کنه. حالیته؟ وقتی برگردیم ایرون همینا به جرم بیرون کردن این نمازخونا میکشن از زیرخی. نه بازی، مثل که حالیت نیست. لات هم لاتای قدیم، لاقل خاک و ناموس و تماسش و حرمت داشت. راجیو رو لدادی هیچی نگفتم، راپورت افسرها رو دادی ندید گرفتم. لاقل حرمت این پیرمرد سید اولاد پیغمبر رو نگه میداشتی. از این سرباز عراقی عادل کمتری بدبخت. از فردای سیمایکات افتاد. مثل اینکه اوضاع کش میشه، داره دعوا میشه. برو بابا سیروی، فکر کردی چی؟ اینجا تهرون و لب خط؟ فردا همین بسیا دولت تو ویرون میکنن و خودتو ایرون. افتاد. پاتو خیلی از گریبت درستر کردی اولاق. من هر گندی که باشم وطن فروش نیستم. دهنه تا چف میکنم آدم فروش. آدم فروش حیا کن، اردوگاه رو رها کن. آدم فروش حیا کن، اردوگاه رو رها کن. آدم فروش حیا کن، اردوگاه رو رها کن. ساعت داره هر کی آدم فروشی کنه این رقابتشه. ساکت اومدن اومدن این آق رسول شما کاراش خیلی شبیه مجید سوزوکی ماست. گفتم که یکی به نلی یکی به میخه، همینه دیگه. حالا مشکل معلوم نیست که این واسه چی اومده. جب 100% یه مرضیه چیزی داره، گرفتاره دیگه. شنو قضیه حالا برا حدو سیدی برا خلاص برا الان میبرنش. بلش کن هم بدنه. آقا رسول یله ایبل 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 آقا رسول یله ایبل 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 آقا رسول یله ایبل 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 عجیب. الله کریم ان شاء الله. مهمان دارم. خوبه؟
مهمان آوردم. جیبل چیز آقا رسول، تو رو چرا آوردن اینجا؟ واسه دادم فروش رو پیدا کردم، زدم درمانش رو پیاده کردم. اگه رفیقای شما لومون نمیدادن محال بود پیدامون کنه. افرده فرستادمش تو بایکوت تا دیگه این غلط رو نکنه. به قول برادرهای اخراجی، ایبر داش رسول و ایبر. حاج آقا شما دیگه چرا با این حالتون؟ کارهای شما سید، من یادی حاج جواد ترابی میندازه. میشناسیش؟ آره میشناسم، ولی اون کجا من کجا؟ هدیو جناب سرگرد، حالا فکر میکنی چی کارشون میکنه؟ حتما میفرستنشون استخبارات، اونجا هم دیگه خدا به دادشون برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، به خبری که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. در پی شکست های پی در پی رژیم بعثی عراق در جبهه های نبرد حق علیه باطل، صبح امروز سه‌شنبه یک فروند هواپیمای ایرباس خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 206 سرنشین در یک دزدی آشکار هوایی ما باید شلوغش کنیم تا حاجی اینا حتی اسرا اون قاتل هم نجات پیدا کنن. و به فرودگاه ناصریه بغداد منتقل. گزارش ها حاکی سیدی کل الاسره یسوون تحصن لخاطر هذول الثلاث. اليوم ما ادري انت، اليوم عندنا اكبر اجتماع، اليوم ارى كلهم قاعد يجون. انا عارف سيدي، ولكن هو هذول زعلانين، يقولون لو ما ينفكم يسوون التحصن بعد المشاكل. فكم خليه يروحون، القائد الكبير قاعد يجي بالطريق. نعم سيدي. سيدي هذول فكهم. ومدن! مدن! الله اكبر! الله اكبر! ايش فيكم؟ ايش كذا؟ ايش كذا؟ اسكت يلا دخلوا يلا يلا اسمع خدمه. ليش تقول لي حوسه؟ اسكت قيادتنا عادي يتكلم يا الاخرين، يقولون لنا كل الحرس يجون لهنا ويقتلكم واحد واحد. هذا عيب عليكم، انا احبكم. آره بتاسي، شب دراز است و قلندر بیدار. برای سلامتیشون هورا هورا. حاجی تاج سره ایوان 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 رسول گل بسره ایوان 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 حاجی گل بسره ایوان حاجی زیاده شنگه ای سلام مبارکش باد رسول چش انداز و عذاب و اثر عبد انداز و برای سلامتی حاج آقا یک هفته است مرتب سلامات بفرستی. خواهد داره داره من همون دست بزنی بهتر. دست بزنی حاجی جنگند نشنگه ایشالله. تا حالا سابقه نداشته این همه فرمانده اردوگاه یه جا جمع شد. آقا جون شما اینا رو میشناسی؟ آره با تو اردوگاه دیگه دیدمشون. اون یاره رو میبینی گنده؟ اون فرمانده کل اردوگاه اوسرا هست. اون هاش میگم آقا رسولی، اینا دوباره نقشه یه تونل وحشت واسه ما نکشیده باشن. نه بابا، ما اولش بود میخواستن ازتون زهر چشم بگیرن، تموم شد رفت. خدا به خیر بگذرونه. ای بابا این بنده خدام که روش پس رفته الان یخ میکنه. ولش کن اون ولد چموش حاجی، همین نسل هاست لط داد. ای بابا اینم یه جور گرفتاره، خدا هممون رو نجات بده. گرفتار کدومه حاجی جون؟ این همون مطربان دیگه، نگاه کن حالا تو لهو لهو نگاه کن جابزون کردن. آقا رسول نواس چیه دیگه؟ اینا رو بسیابشون دادن که جلوی خبرنگارا و صلیبیا بزنه به کوبرا بندازن. قربیان اونایی هم که زیر بار نرفتن اون بر حبسن که فردا برن اینجای دیگه. حاجی جون اگه رسوایی به بار بیاد چی؟ دنیا چی میگه؟ اگه رادیو تلویزیون نشون بدن تکلیف ما چیه؟ مردم محل چی میگن؟ میگن حاجی نرفته جبهه، رفته دنبال الباتی، رفته دنبال فسق و فجور. ای بابا این حرفا چیه؟ پیش خدا رو سفید باشیم، به حرف مردم چی کار داریم؟
معلوم نبود اگه ما هم به اندازه اینا حبس میکشیدیم کارمون به کجا میکشید و کدوممون کم میآوردیم. یالا یالا گوم 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 یالا امشی امشی بچه میام عد ندیو میگن چهار روز دیگه اردوگاه مهمون داره. اون جماعت مسافرهای هواپیمای ایرانی و باز اسایی صلیبی که میخواه از شما و سرهای جهیز ثبت نام کنه دیگه تو برنامه باید شاد باشین و آواز با آواز بخونین. مخلص کلون نمیخواد گلگی ملگی تو کارتون باشه. این کارشون مانور تبلیغاتیه، ما رو نمیتونن مجبور به هر کاری بکنن. چه بعد ما سجلو الاسر میلا سرا جدیده دیگه قبول نکنیم میرفستن تو اردوگاه مفقودین استخبارات جدن. اون وقت معلوم نیست آخر جنگ کسی از زنده بودن تو ما خبر بشه. اینا خیلی ها اینجوری سر به نیست کردن. آقا رسول بهشون بگو دقیقا از جون ما چی میخوان. خیلی سخت نیست سیدی، آهنگ شاد گذاشتم. دوری خالی دیدم برام. شما چی گفت؟ فوتبال بین اسرای جدید و قدیم. او وقت هر کی برنده شد جایزش ثبت نام. اگه جایزه تلویزیونی والوری چیزی میدن ما هم هستیم. ما دست به توپمون خوبه. ما برنده شدیم بزنید روزی یه نخوت بریم مادرمون مریض ببینیمش. بشین ببینم این که دیگه فوتبال نیست، جنگه. اینا میخوان ماها رو به جون هم دیگه بندازن خودشون کیف کنن. کی بلد هست آواز خوندن کردن رقصیدن؟ هستیم برای بچه های ما ساز سربی هم. ما به عشقتون هم فوتبال میزنیم هم پایه رو عربی فارسی میریم. و ویلا لیلی بشین بابا بی وجود. دکتر علی انت معلم عجب گیری افتادیم ها. بزن بلخ زورکی، فوتبال هم زورکی، چجوری تو رو هم بایستی؟ یه سرود با این اسره حاضر کردن، خوندن، وگر نکردن تو گونی. تمام آج آقا. چرا؟ بنده یک نظری دارم، میگم بیام با اینا کنار بیای. به صلاح. یعنی چی؟ یعنی اگه خواستم باشون فوتبال بازی کنی؟ چه اشکال داره؟ فوتبال هم بازی میکنیم. اگه تکلیف باشه بنده حاضرم خودم هاچبک وایستم. شما نمیتونی ها، چون ماشالله صندوق داری، هاچبک نیست. شما نگران صندوق ما نباش برادر. بجی جونم این تغییر هست؟ ببین برادر من، ما باید دفع افسد به فاسد بکنیم. بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم. هم ثبت نام میشیم هم شکنجه نمیشیم. اصلا چرا خودمون با خودمون بازی کنیم؟ ما با اسرای قدیمی میشیم یه تیم، روبرومون دشمن بعثی، به توپ میبندیمشون. توپ؟ نظرتون چیه؟ توپ؟ حالا چه عرض کنم؟ اگه بشه چی میشه؟ چه گلی بزنم بهشون؟ أمنها فريق الإيرانية صالح تقي ترينو أمير جودي عملي عمو صيفي مطرب بايرم لودر بغلي بيشن خلفاق بزغلي يكي بقولي ممن إيران إيران ننقل اليكم تقرير مباراه كره القدم. برادر توجه کنید، موقعیت بسیار حساسه. امروز تکلیف بازی مصلحت به گل خوردن. بهترین دفاع امروز سازشه. ما با سیستم 8-2-1 بازی میکنیم و سعی میکنیم به هیچ عنوان گل نزنیم چون بدبخت میشیم. برادر ایول ایول است، ایول تیم ما یل است، ایول ان شاء الله. ایول ایول تیم ما یل ایول. ایران شکارش می کند. بایز آج آقا سوراخ سوراخش می کند. ایران شکارش می کند. سوراخ سوراخش می کند. ایران شکارش می کند. سوراخ سوراخش می کند. ایران شکارش می کند. آقای امیر دودو مواظب باش. برادر مواظب باش. Call back.
جدید کافر باختی خدا حافظ بردگار ما زیر پل حافظ سن هم یزید کافر بزغاله یعنی سخه بزغاله العرب یعنی سخه بزغاله الله بزغاله مرحومه منهم برو 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 الهی من قربونه حاجیمون برم اینجور نمیده میدونه شیر سماور دل نگینی نی نگینی نور بزنی نوامیه حاجی بزن تو زامیه 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 حضرت جلنه والله میگم این چلا فیتوالتین قبول بشی برنده شدی خدا قسمت کنی چلا جمجوانو و مرادالله اینا یکی بشیم به امریکا گل بزنیم چی میشه؟ الان دو روزی که اینجا حبسیم کلی هم مریض بدحال داریم اینا من جواب میخوام امشب که صلیبی ها روزنامه چی ها رو بیارن اینجا دیگه فرصت پاپس کشیدن نداریم باز تصمیم بگیریم بچه های اون قاطه چی کاره این؟ تو برنامه شون هستین یا نه؟ بهشون بگو باشه ما هستیم بابا مردیم از تشنگی ما چرا باید پاسوز این جماعت بشیم؟ اینقدر ساده نباشیم این یه تله است اونا میخوان جلو خبرنگار خارجی ما رو رزمنده بریده و مسافرهای هواپیما رو به عنوان نماینده های ایران بریده و پناهنده معرفی کنن هر جور همکاری با بسیا خیانت حساب میشه ما نباید زیر بار این خفت بریم آیا خفی؟ شما برادرای تازه وارد تنتون داغه دو تا قیبی و جلوشونو خلاص دیگه راست میگه ببین اسیم الان این داشمون راست میگه به حرف این بحثی مسیحا اعتباری نیست اینا هممونو به یه چوق میرونن اصلا نقل حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی نیست اینا با ایرونی جماعت عقده دارن دیدین که تو دار دستتم که باشون جیک و پیک داشتی باید رو بازیدن کردن از کجا معلومه ما امشب به عشقشون بساط کنیم فردا تو کاسمون نذارن آن ببین آقا رسول من یکی دیگه حوصله تو گونی رفتن ندارم آقا یه چیزی من میخوام تو بشکنم اینا میذارن وسط کار دیگه تو که بلدی که یکی به نال یکی مریخ بره دیگه اما ما به هیچ وجه با بسیا همکاری نمیکنیم سرود مرود هم نمیخونیم مگه نه آقا راست میگه حتی اگه از تشنگی هلاک هم بشیم کوتاه نمیاد. منم از طرف کمپ افسرا دارم میگم. این کار بسیا مشکوکه. ما هم تو برنامه‌هاشون نه سرود می‌خونیم نه فوتبال بازی می‌کنیم. به شما پیشنهاد می‌کنم چه باهاشون همکاری نکنید. الله اکبر! 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 الله اكبر قش امير سلام عليكم ها رسول شو الاخبار كلمت وياها قبول نمیکنه زیر بار نمیدن انت چنت قبل تشتغل ويانا حالیان ماكو خبر منه این بار فرق میکنه اون قبلا بود شما ما با خوب تا نکردین بعدش هم چه ما را بیایم چرا نیایم اینا رو میرفسشون اردوگاه دیگه خیلی هاشون هم سر به نیست میکنی دیگه چرا گربه رقصون دست شما بشیم ها تعال قد عاد برا يلا اطلع يلا برا لا طلعت روحها لا ما اوكي ويا انجا اصبر ده تو
مسئول این اسرا خواهی بود. برده اینات لباس نو پوشیدم، تمیز کردم. لا الله اکبر الله اکبر، کلبرا می آییم. اویلا لیلی یو حب الخیلی اونا می خونیم، شاد میشیم، خوشحال میشیم. شاد شاد. خب بله، بالاخره من رئیس شدم. خودتون شاهد بودین، دیدین من به زوری اینا قبول کردم ارشد بشم. والله حوصله این کارا رو ندارم. یه چیزی هم بهتون میگم بین خودمون باشه، این مقام میزا واسه کسی موندنی نیست برادر من. بالاخره یکی میاد جای ما رو میگیره، مهم اینه که جلو فتنه رو بگیریم حاج آقا. ده برادر من اونجوری نگاه نکن، نگران نباش، یه چیزی میخونن، نه سیخ بسوزه نه کباب. این آقایون بعثی هن، میدونی یعنی چی؟ یعنی یکی در میون بچه بابا ننشون نیستن. حرف حساب هم تو کلشون نمیره، دست خودشون هم نیست. اینجوری هن، خلقتشون اینه. من فقط واسه نجات شما و بچه ها اقدام به این کار کردم، و الله خول که نیستم که. کار نداریم، یک کلام ختم کلام. پایه این یا نه؟ تو کی چو؟ ما که نمردیم، خیالت تخت. برای بچه هم پایه. بیان جلو، بیان جلو. زنده باشی، بیان جلو. باریکل، آقا جون، یه سری دایره دنبه کن، نه یا قرنه و این چیزا برداشتن آوردن اینجا. من که نمیتونم همه اینا رو بزنم، ساز من اینه. کی بلده ساز بزنه؟ همین. ما اگه نفس یاری کنه جنسش هم باشه، ساز بادی خوب میزنیم. ما یه تحصیدهایی داریم، قبلا هم توی گروه سرود بردشورخونه میخوندیم. منم تو چی عزیزم؟ این بعد از پدر مادرش اجازه بگیره. من میگم آقای دهدون، من میام خودم جای همه اینا، با اینی که خیلی سخته ولی چکنده میشه. سر نخورون، پاشین بیان خجالت نکشین. آقای جناب سرگرد گفتن نکنین این کار. بابا بالاخره چی این کار باید انجام بشه. اصلا نه حرف من نه آقای سرگرد. بریم پیش آج آقا استخاره میگیریم. آخ جون استخاره. چون من یه دن استخاره خوب بگیریم، جوابش خوب از عجله کنند بشه. این هم مثل اون یکی ها یا شهید شدیم بلقه یا اصیل شدیم یا جنبا شدیم. این جوابش خوب است بشه. همین الان. تون دیگه عجله کن. سفاره چی باشه آج آقا؟ در کار عجله حاجت استخاره نکن. مالی نیست. شکر. بابا محجبت اگر مالی نیست چه؟ من میرم، میدونم هم هر شکنجه اولش یه خودت درد داره، ولی دیگه از وسط هاش آدم بدن عادت میکنه، هر چقدر میخوان چکنجه بایرام نمیشه سید، به جون خانومم، حالا نشده نامزدم، ولی به جون خانومم مرجع خانوم باید من برم. با اجازه خانم سسکفی بریم دیگه، تا اینکه بلدی بندری میامدی بابا. بابا گرد بده دفته، استقش شد دیگه، تمام شد. بیا بابا بیا. عرضم به خدمتتون که بنده یک نظری دارم. برای اینکه مسئولیتامون تقسیم بشه، من میگم شما تو این جناح باشید، بنده برم سمت اونا، هم یه سر و گوش یاب بدم ببینم چه اتفاقی میفته، همینم که شاید با حضور بنده خجالت بکشن، یه خود فسق و فجورشو کمتر بکنن. حتی من سخت نمیشه براتون؟ چرا؟ خب بالاخره سخته در اینجور جاها حضور پیدا کردن، سخته. اولش وظیفه است. به هر حال شما خودت که میبری و میری، هر جور صلاحت بفرما. با اجازه. بس کن آقا، بذار بره جبهه خود. صدای آقا رسوله. رسول رو دارن میزنن، دارن میکشنش، باید یه کاری بکنیم. چی کمت بکنیم آجی؟ شاید یه نقشه باشه. نقشه کدومه برادر من؟ اون داره به خاطر ما شکنجه میشه، ممکنه بقیه هم به خاطر ما کشته بشن. اینا دیگه چقدر نامردن، به گماشته خودشون هم رحم نمی کنن. گماشته کدومه برادر من؟ اونم یکی از ماست. چیکار دارید؟ به شما شرف ندارید؟ نزنیدش بی اصطفا! برای چی میزنید بیم؟ نزنیدش بی اصطفا! پشت نمیدم، پشت نمیدم. بی شرف! نزن! آخه کشتینش! باشه، باشه قبول. اما ما هم شرط داریم. چه نشرات کن؟ ما تو این برنامه شما شرکت میکنیم، اما مسابقه نمیدیم، سرودم نمیخونیم. ولی شما باید قول بدید علیه کشور ما تبلیغات سیاسی نکنید. وگرنه ما هم برخورد میکنیم. شنو؟ احنا الاسرع عدكم لو انتم عسرع عدنه. معلومه.
شما آقاف بس دخوبان أنا أقبل هذا الشروط بس الرسول وحاجي يبغون عندنا زمان السكوت العسراء قدام الكاميرات والمخبرين شي أنتم استفيدوا وإحنا نستفيد بعد لو من غير هذا ما حد ما يرجع إلى إيران ما حد ما يشوف الإيران بعد قبول زد له آجاها مثل که مذاکرات نشیده داداره؟ سکوت علامت رضاست پس به افتخار اون مریا و این مریا بده بده شب من بودم صدام کوفینا خاص و مادملا لبدا بطینا حالا بخرم هرچه بخواهی به پول اینا خاص و مادملا لبدا بطینا لبدا بطینا خاص و مادملا لبدا بطینا سب کنیم برادران سب کنیم برادرای هموطن میدونم بهتون سخت گذشته میدونم فشار اسارت زیاد بوده اما عزت و شرف شما چیزی نیست که این فشارها و شکنجه ها بتونه اونو لگدمال کنه سرنوشت من و رسول مهم نیست مهم آبروی ایران زمین و انقلابمونه نمیخوام بگم چی کار کنید یا نکنید ولی هر کاری میکنید اینو بدونید فردا عزت و شرف یه ملت در دستای شماست میتونید ساز لیلی بعثی ها رو کوک کنید میتونید مشتشون کنید و ساز غیرت بزنید به فکر ما نباشین اختلاف نداشته باشین با هم تو یه جبهه باشین علیه یه دشمن اما حاجی من با این جماعت سوستانسار که به خاطر چند نخ سیگار کشورشونو میفروشن نمیتونیم توی یه جبهه وایسیم سکوت ما و جلفبازی های اینا کار دستمون میده میترسم بین خودمون جنگ به پا بشه این طورام که تو میگی نیست اینا انقدام بد نیستن اگه خوب دقت کنی میبینی تای دلشون به اون چیزایی که من و تو باور داریم یه اعتقادکی دارن خدا کنه این که این طور باشه فقط باید بهشون فرصت داد این طور نیست آقا سی حافظ برادرم برای سلامتی شهدای آینده کف صلوات بفرستیم آفرین ای والا غیرتتون رو که خوب حراج کردید دوستا و برادراتون رو به چی فروختین؟ ما ممکنه مطرب باشیم، دوز باشیم، معتاد باشیم ولی آدم خرید و فروش نمی کنی براوو دمت گرم اینم مال خودتون، با اجازه ببین، نوکر جان، این کاری که تو میکنی خیلی بده ما در حد شکنجه هستیم با تو ولی این کاری که تو کردی یا میخوای بکنی بهش میگه خیانت ها ایوازه به خودت اصلاح کن خودی بیره آقا اسی کشور تو
شناسنامه تو به چی میخوای بفروشی؟ به چقدر؟ یه نخ؟ دو نخ؟ ها؟ یه پاکت؟ دو پاکت؟ به چی میخوای بفروشی؟ به سیگار؟ بچه ها کلی برای تو سیگار جمع کردن. بیا سیگار. تعداد زیادی بازرسان ویژه صلیب سرخ برای ثبت نام این اسرای جدید به این اردوگاه آمدند و در کنار اینها مسافران هواپیمایی را می‌بینیم که در یک اقدام شجاعانه توسط چند معترض از خاک ایران به خاک عراق منتقل شده. سرر میشناسم که بیشه قول فاقه سلام خونم ببین تو کجا اینجا کجا نوم زدم اما اینم گوشت دراز شده چره تا باقلی خوشی فکر با ملت دم باشم شما تا دقیقه اینجا بایستا مرزی مرزی بایرامو نگاه کن بایرام بایرام شرم بایرام اونم حاج سالمه حاجی حاجی منم منزل آقا مرتضی حاجی تو کی اسیر شدی؟ قربونو خط و بالات برم حاجی فدات شم حاجی سلام علیکم سیدی خیلی خوش اومدی راب علنگو واچ فور یو برای راب دیدار روی ماه حاجی قصه لیلی مجنون شنیدی؟ انا لیلی حاجی مجنون حاجی بیا بلا قرمزی جواب شو بده دیگه سلام علیکم. ببخشید من یه چند دقیقه اگه ممکنه بتونم یه صحبتی بکنم. چطوری جیران؟ چه خبر سرت اومده؟ همه اینجا؟ پس مجید من خوب. ببین چه به روز کارم آورد. ببین چه بلایی سرت آوردن؟ شکنجت کردن؟ تازه کجاشو دیدی؟ فردا قرار ریشای منو بتراشن. ریشه تو؟ نمیدونم ببین در حوزه چی جواب باید بدم. اصلا موزه بچه ها باش به همه سلام برسون. نمیتونم بس. چشم بله کن. او رو برای همه تعریف کن چه به روز کارم آورد. حاجی بچه ها تو ببین. آقا بایرام. آقا بایرام. آقا بایرام. حاجی چه حاج سالمه نه آقای بوگه خیلی حاج سالمه سلام آقا سلام علیکم هستم اخبار نشون داده هواپیما رو توسعه دادن اومدن اینجا شما رو هم گرفتن؟ نه ما اونا رو گرفتیم انقدر سرکار میذاریم بحثی ها رو چقدر لاغر شدین آقا بایرا خودم لاغر کنم برای عروس کشتلوارم اندازم باشی یه وقت تنگ نباشی فیلم برداری میکنم خوشتیب بیافتیم مرزا خان راستی اون تخمه ها چی دادن دم ایتیبوس همه رو گذاشتم لای کتاب یادگاره دست شما درد نکنم مجیدم اینجاست اونم مجد. گرفتن؟ مجید مجید چی؟ چی شده؟ چی شده؟
اليوم نتمنى كلكم فرحانين متونسين. و امروز قرار است در طی یک مراسم رسمی بیشتر مسافران این هواپیما که قصد برگشت به ایران را ندارند پناهندگی خود را در اعتراض به وضعیت سیاسی رژیم حاکم بر ایران اعلام نمایند. با هم در طول گزارش شاهد این حماسه هستیم. با ما باشید. ای جمیل جدا. هیچ بیری. آقایون میفرمایند امیدواریم که تو این چند روزی که در عراق بودیم بهتون خوش گذشته باشه. بس حرکت شجاعانه و آزادی خانه ما تقدیر میکنم. همینطور که مشاهده میکنین برخلاف تبلیغات توی شهر حزب برق شده چه رفتار انسان دوستانه با آسرای ما دارن. الان هم توسط نیروهای سریع یه سری فرم داره بین شما توضیح میشه که با پر کردن اون میتونین به عراق و یا هر کشوری که دلتون میخواد پناهنده بشین. بالاخره کار خودت رو کردی دیگه. شما به نفعت اینجا بمونید. بهت اینجا خیلی خوش میذاره. کسی که فرمانده خیلی ازت خوشش اومده. بی غیرت. اینجوری هموطنتو میفروشی بی حیا. نمیخواد کاسه داختر از آش بشی. تو چی؟ من چی؟ میمونی یا میری؟ کجا بمونم؟ اینجا. بین این همه واسه این تو کشور دشمن؟ زندگی آینده منو خراب کردی که منو برداری بیاری اینجا؟ خجالت نکشیدی؟ هرچی دلت خواست من دروغ گفتی که کار خودت رو بندازی. آره؟ چاره‌ای نبود. بعد این کار انجام میشد. به هر قیمتی. به چه قیمتی؟ به قیمت بدبخت کردن این مردم؟ به قیمت نوکری کردن خود خاک بر سرت واسه این آشغالا. دهنتو ببند. تو جز اینکه مغز منو بخوری کاری دیگه هم بلدی؟ آره بلدم. يلا بسرعه غير يا شادي ميكوني انا نميزنان الان ميزنان وابا ليلي يوهبم خلي همين ميخوان بس بزن اه اونجا باش همينه بابا ليلي بابا ليلي اه بزنيت بزنيت شاد باشيت اه بزنيت بس بزن بسرعه علي شمشت شادي نجردن وابا ليلي يوهبم خلي